سلام، توی این ویدیو میخوام صرفا توسط CSS یک همچین بک‌گراندی که توی تصویر میبینین رو با هم دیگه انجامش بدیم که باکس های مربعی شکل داره و رنگاش به صورت رندوم تغییر میکنه. بریم انجامش بدیم. خب اولین چیزی که توی صفحه میبینین سمت راست نرم افزار کرومه و سمت چپ نرم افزار VS Code که لایف سرور روی اون ران هست. این کدی هست که برای نوشتن همچین بک‌گراندی نوشتیم که کل این کد رو من پاکش میکنم و این قسمت رو هم پاک کنم. خب اولین کاری که باید انجام بدیم اینه که توی HTML یه تگ سیکشن درست کنیم و داخل اون چند تا تگ آی داشته باشیم که یک همچین وریبلی رو بهش میدم. میگم دش دش آی و مقدار 10 رو بهش میدم. حالا به هر تعدادی که از این نیاز داریم کپی میکنیم و این مقادیر وریبل رو بین 10 تا 20 تغییرش میدم. مثلا اینو میگم 12، اینو 13 و به این شکل. حالا بریم سراغ استایل ها. اینو بزرگترش کنم که بهتر دیده بشه. تگ سیکشن رو تارگتش میکنم و میگم پوزیشن ریلیتیو داشته باش. هایتش رو برابر 100 VH که کل بک‌گراند رو در نظر بگیره قرار میدم. اوورفلوش رو میگم هیدن باشه که اسکرول نخوره صفحه. دیسپلیش رو برابر فلکس قرار میدم و یه بک‌گراند کالر به این شکل بهش میدم که حالت نقطه مدادی داشته باشه و میگم که جاستیفای کانتنتش برابر سنتر باشه و الاین آیتمش برابر سنتر که تمامی آیتم های داخلش وسط قرار بگیرن و میگم که گپش برابر 10 پیکسل باشه و فلکس رپش هم برابر رپ باشه. دیگه با این کاری ندارم. حالا میریم سراغ تگ های آی داخل سیکشن ها. میگم سیکشن و تگ آی رو تارگت کن. پوزیشنش برابر ریلیتیو قرار میگیره. ویت و هایتش برابر 60 پیکسل. هایت هم 60 پیکسل. بک‌گراند کالر بهش میدم. یه همچی بک‌گراند کالری که صرفا دیده بشه و در نهایت میگم گپ 10 پیکسل داشته باش که دور تا دورش رو به صورت 10 پیکسل از همدیگه فاصله پیدا کنه. خب حالا یک انیمیشن هم براش تعریف میکنم. میگم انیمیشن میخوام به اسم انیمیت که زمان 2 ثانیه رو داشته باشه، لینیر باشه و اینفینیت باشه. یه انیمیشن دیگه هم براش تعریف میکنم به اسم انیمیت BG که زمانش 5 ثانیه باشه، لینیر باشه و اینفینیت باشه. خب حالا بریم برای کیفریم هاش. میگم یک کیفریم میخوام برای انیمیت که مقادیرش به این صورت باید باشه. روی 0% و 20% بک‌گراندش برابر این عدد باشه، همون رو بک‌گراند اصلی خودش. یک کپی از روش میگیرم و میگم روی 60% بک‌گراندش باشه یه همچین چیزی، 0B0F0 که رنگ سبز تندی باشه. یه کپی دیگه ازش میگیرم و میگم روی 100% و 80% رنگش دوباره برگرده به حالت خودش که اینو من اینجا هم میتونم بدم. به این شکل کیفریمش رو تعریف کرده. خب حالا کیفریم هم برای بک‌گراند BG تعریف میکنم که میگم @sign keyframe background bg برای 0%ش 0% میگم فیلترش رو برابر hue rotate 0 درجه قرار بده و یه کپی از اون میگیرم میگم توی حالت 100% اینو برابر 360 درجه قرار بده که نتیجه خروجی یک همچین چیزی میشه که اینجا میبینیم. حالا کاری که باید انجام بدیم اینه که اولا تمام خونه ها به صورت رندوم چشمک زن بشه و دوم اینه که کل صفحه پر بشه. خب برای اینکه تمام صفحه رو پر کنیم کافیه بیام از این تگ های آی که اینجا ساختم کپی بگیرم و توی صفحه اضافه کنم. سیو کنم یک همچین اتفاق میفته. خب حالا بریم برای اینکه به صورت رندوم تغییرات اعمال بشه. اینجا باید بیام بگم که توی تگ سیکشن تگ های آی رو تارگت کن که هر 5 تاش به اضافه یکیشو تارگت کن. کارش اینه که اولی رو تارگت میکنه، دوباره 5 تا میشماره میره جلو و
یکی بعدی رو تارگت میکنه. حالا میگم که این انیمیشنی که اینجا تعریف کردم و از اینجا ورش میدارم، میام میذارم اینجا و دیگه باهاش کاری ندارم که نتیجه خروجیش رو اینجا میتونیم ببینیم. حالا همین کار رو باید برای تک تک آیتم ها انجام بدم. یک کپی ازش میگیرم، یک رو میکنم دو ثانیه رو میکنم سه ثانیه، این سه، چهار و پنج، اینو میکنم سه، اینو چهار، اینو پنج، ثانیهش رو به صورت یکی یکی اضافه میکنم که نتیجه خروجی رو اینجا میتونیم ببینیم. حالا کاری که باید انجام بدم اینه که این موج ازش بگیرم و به صورت کاملا رندوم انیمیشن انجام بشه. پس توی هر کدوم از اینا یه دونه انیمیشن دیلی تعریف میکنم که میگم مساوی باشه با کلک منفی یک ثانیه ضرب در متغیر آی که توش تعریف شده. اینو ضرب در باید بذاریم. حالا اینو کپی میگیرم و توی تمام اینها پیستش میکنم و به هر کدوم زمان مخصوص خودشون میدم. این یک ثانیه میشه، این یک و نیم ثانیه، دو ثانیه، سه ثانیه و سه ثانیه و نیم. دش کم گذاشتم، متغیر با دو تا دش شروع میشه و نتیجه خروجی رو اینجا میتونیم با هم دیگه ببینیم و ازش میتونیم استفاده کنیم توی وبسایت های خودتون. لینک سورس کد کامل این برنامه رو توی دیسکریپشن براتون میذارم که بتونین ازش استفاده کنین. ممنونم که تا انتهای ویدیو با من همراه بودین. اگه این ویدیو براتون مفید بود حتما اون رو لایک کنین و با دوستاتون به اشتراک بذارین. منتظر نظرات و پیشنهاداتتون توی کامنت ها هستم. این ویدیوهایی که بهتون پیشنهاد میکنم از همین کانال و مربوط به همین ویدیو. اگه دوست داشتین اونا رو هم تماشا کنین.